دکتر سب موسر اهداف امریکا در منطقه و همخوانی با اهداف چین داره یا نداره قبلا صحبت کردیم که چین با یک افغانستان سلحامیز و با ثبات ضرورت داره هم تهدیدهای امنیتی مثل سنکیان و اغوریا یک مشکل کلانست برای چین و هم افراتیت و هم منافی اقتصادی داره در افغانستان لیکن برعکس امریکایی ها ده ای سیزده سال تروریزم نتانایی که از بین نرفت ما ببینیم که مراکز تروریزم بسیار واضح و آشکار در یک جای وجود داره و از بین برده نمیشه نه حتی ای که از بین برده نمیشه فشار لازم سیاسی هم سریز صورت نمیگیره بر علاویزی در نزاها بین افغانستان و پاکستان طرف پاکستان گرفته این خو نشان میده که امریکا خواهان ادامه جنگ است اگر امریکا خواهان ادامه جنگ است و چین خواهان صلح هست در افغانستان پس همکاری چطور میکن داره؟ و این جنگ تهدید هم از چین آه، بله آه، اما در اول در بخش نخست مطالب که که چطور منابع یا پایگاه های افکنی افغان نمی در پاکستان است و ای این مشکل در کجاست مشکل در است که ما در افغانستان هم مشکل ما این بوده شاید هم اگر کوششام میکردیم به اون مرحله نمی رسیدیم متاسفانه در این منطقه یگانه شریک و متحد استراتژیک امریکا در این منطقه پاکستان است و هیچ کشور دیگر نتونسته تا جای پاکستان را بگیره ولو گه چرا؟ خاطر ازی از که اهدافی که امریکا داره یعنی ادامه جنگ تقریه تروریزم استفاده ابزاری از تروریزم و از افراتیت ای کاران افغانستان که نمیتونه نهین ای مسئله است در غیر از پکت بغداد از او با بعد پاکستان بلده. همی چیز را با امریکا با تفاهم رسیده و به نتیجه رسیده است مشکل در کجاست؟ مشکل زمانه که نه هند میتونه نه افغانستان نه بنگلدش نه ایران نه چین نه کشور دیگه بتونه پروژه امریکا را کنه در انطقه تصمیم کنه طبعا ما اگر بگیم که امریکا در صدد منافع خاص استراتژی خود در منطقه نیست خوشتبا میکنیم و یک مشکل دیگه هم هست که ما اگر مثلا تنها سر مسئله تئوری توتیا به و بحث آکادمیک کم تر دور میریم مگر این نقطه را فراموش نکنیم که پاکستان به این صورت نمیتونن دو تهدید را از دو طرف تحمل بکنه و باید وسایل و ابزارهای دیگی که مبتنی بر خشونت و جنگ است به او متکی میشن و اهداف خود و بقای خود تضمین میکنن مسئله افغانستان با مسئله خط بین افغانستان و پاکستان است و دیگه مسئله کشمیر است و همیشه به خاطر که و یک اصل است در مسائل سیاست زمانی که شما یک ملت پارچه پارچه دارین و منسجم نیست غیر متجانس است باید عنصر بی بیرونی را همیشه ایجاد بکنیم و افکار آمار به او طرف متوجه بسازیم تا کنه دوم نقطه است که در استراتژی این نقطه بسیار اساسی است که بعض کشورها بران داخته سکتور اقتصادی را با سکتور سیاسی استراتژیک و با سکتور امنیتی خلط نمی کنن. معاملات متفاوت میکنه ببینین پاکستان با امریکا کدوم مراودات اقتصادی فوقلاده نداره کل مسائل اقتصادیش با چین است و ما حتی زمانی که هندی ها تجربه چیز اتمی خود کردن و به بعض منابع گفته بودن که این به خاطر تهدیدات چین است نسبت به اینکه به تهدید با پاکستان, پاکستان باشه بله. پس زمان که ها در سیاست تعیین میشه باید باید ببینید که پاکستانیا با وجود که بن لادن در چند کیلومتری اسلام آباد پیدا میشه و مسائل دیگه هیچ کس صدر اعظم و رئیس جمهور امریکا, امریکا امریک... از همکاری پاکستان تشکر میکنه تشکر میکنن. از کدام همکاری که, که لادن نگاه بسیار کشورهای دنیا به این نتیجه رسیده گزارش اخیر پنتاگون هم شما شنیدین و مسائل وزیر یک از وزرای کابینه ام. کانادا صریحا گفت که پاکستان از تروریسم به عنوان ابزار استفاده میکنه به خاطر داخل افغانستان و بدون رضایت و همکاری امریکایی چیز ممکن است برای پاکستان بر پاکستانی ها بسیار مشکل است که بدون رضایت امریکا. موافقه از اونا ام. ام. که چه صورت بگیره اما در فراموش نکنیم که پاکستانی ایرا مبتنی بر منافع ملی خود تعریف کرده بدون دیگه بله. منافع ملی دیگران آره را من نظر بگیره و او احترام بگذاره این که درست است لیکن این حال نقطه که بظاهر امریکا ها میگن که خواهان همکاری چین در افغانستان است در کنفرانس قلب آسیا هم چونی نظارات داشتن و بظاهر طور بالا میشه که امریکا خواهان از این که پای چین در حداقل مسائل اقتصادی افغانستان دیگه داخل شده واقعا نمیتونست یا ما فکر میکنم که امریکا فعلا در جای دیگه مصروف هستند در نقاط دیگه دنیا در اروپای شرقی و در شرق میانه و این زمینه را مثلا اگر کسی دیگه بتونه این هزینه و این مسئولیت و مکلفیت را تا در درونش نقش بازی بکنه و حتی شنیدیم که ایران را تشویق کرده بین در افغانستان سرمایه گذاری بکنن و تا اگر روسیه سرمایه گذاری میکنه ببینیم که مسائل اگه اختلافات استراتیجی که جدا چرا باید بین روسیه چین وقتی که حضور امریکا اهداف امریکا در تضاد با منافع چین و روسیه و ایران باشه چرا این کشورها با امریکا همکاری کنند در افغانستان زمانی که اگر مسائل در بحث امنیتی مطرح نشه اگر مسئله است که در بحث سیاسی مطرح نشه در بحث اقتصادی چی مشکل ایجاد میکنه زمانی که کسی دیگه بیا نقش اقتصادی رو در جای بازی بکنه و به نفع کسی تمام شود ای خو یک منطق داره یعنی مشکل نداره به هر صورت شرکت های امریکایی به دا حال رم اگه سرمایه کردن در دست چهارم در افغانستان آمده سرمایه اگر کشورهای دیگه بتانن در افغانستان به خاطر که تیوری وجود داره که زمانی که اگر رشد اون کشاف توسعه اقتصادی کشور رو, رو بته خود به خود ثبات و امنیت هم تندازی تحول می آید و یکی از مشکلات که در افغانستان همی بوده که نرخ بیکاری را بگویم مشکل فقر را بگوییم مسائل دیگی است که باعث شده که بعض مردم از ایدولوژی هم دیه بعد کشورها از ایدولوژی استفاده بکنن و بر علی مردم افغانستان استفاده یک دو مثال دیگر هم اینجا ذکر میکنیم که شاید کمک واضح بسازه که چین و امریکا در افغانستان به طرف همکاری میره یا رقابت اگر شما گفتیم که دو ساحه جداست امکاری های اقتصادی و ساحه امنیت شاید رقابت ها وجود داشته باشن در زمان کنفرانس در چند روز پیش کنفرانس قلب آسیا من هم دونجا بودم خبر یک خبر به دست آوردم که کوشش شده بود طالبا هم در حاشه کنفرانس شرکت کنند ولیکن مخالفت صورت گرفت تحلیل دوری بود که چینایی ها میخواستن لیکن امریکای ها مخالفت کردن و مانع ازی شدن که طالب ها فرام شرکت کنن پس هم چینایی های داشتن که خواهان میزبانی یک جلسه مشترک حکومت افغانستان و پاکستان و طالب آستن. یعنی به ایک نحوه چین علاقه داره که در پروسی صلح افغانستان شریک شود، لیکن امریکا شاید علاقه مندی نداشته باشم مثل اون سفر رئیس جمهوری افغانستان دکتر محمد اشرف غنی به پاکستان بود در پاکستان بسیار خوب استقبال شد و تا یک حد توقات را به وجود آورد لیکن در روز اول مولانا رحمان گفت که جنگ در افغانستان مشرویت داره و بعد از او جنرال راهیل رفت به امریکا بعد از رفتن جنرال راهیل به امریکا سرتاج عزیز مشاور امنیتی ملی این آدم نتنایی که با حکومت ملکی پاکستان روابط نزدیک داره با نظامی های پاکستان هم روابط نزدیک داره یعنی زبان مشترک حکومتی سیاسی پاکستان هم است و نظامی های پاکستان هم است این گفت که ما با طالب ها جنگ نداریم دشمان های ما نیست ما چرا با زنده طالب چیزی که خواسته افغانستان است توقعات که پیدا شده بود از این ناحیه بود چون پای چین داخل شد. آله در مسئله افغانستان شاید پاکستان آله ایستا, ایستا به طرف همکاری بله لیکن این وضعیت تحلیل تور صورت میگیره که شاید مخالفت امریکا بوده که سرتاج عزیز چنین ازارات داشته این حال تحلیل شما چیست؟ از نگاه چون بدون امنیت همکاری اقتصادی امکان نداره جای نمیگیره چین و امریکا در افغانستان رقیب خود بودن یا همکار؟ ما برتان گفتم در بخش اقتصادی طبعا ما میم هم کار هستن در بخش امنیتی اینا هم کار هستن در بخش سیاسی فکر کنم رقیب می باشن و یک چیز دیگه مهم است که چین در صدد استار کدام ایدولوژی خاص در بیرون نیست و نمیخواه از طریق سیاسی و نظامی امو سلطه و سیطره خود در دنیا گسترش بده ایدولوژی یک ایدولوژی اقتصادی است و در درون خود هر ایدولوژی که داره و مسئله جداست مگر در بیرون یگانه چیزی که مدار اعتبار قرار می منافع اقتصادی هست که بتونه و تا زمانی که امنیت نباشه نمیتونه منافع اقتصادی خود گسترش بده و توسعه در یک مملکت در منطقه خاصتا آسیا ببینین چین بیشتر نصف افریقا را گرفته از نگاه اقتصادی حاکمیت داره در مسائل اقتصادی در مسائل زیربناها و مسائل خاصتا منابع خام افریقا زیاد نقش داره در استخراجش و در, در حالی که در کشور مثل افغانستان در پولویش که از منابع عظیمی و انگفت از مواد خام نهفته است که به خاطر مصرف داخلی و تهیه مواد که در بیرون صادر میکنه به او ضرورت داره تا زمان پس سه بخش اگر تقسیم کنیم مسائل استراتژیک و سیاسی را و مسائل امنیت و مسائل اقتصادی در مسائل امنیت و اقتصادی اینا منافع مشترک پیش میبرند در مسائل سیاسی ما فکر نمیکنم امریکا با او حدم تحمل بکنه که در مسائل سیاسی افغانستان چین نقش فوق را بازی بکنه میایم به مسئله پاکستان قبلا هم عرض کردم پاکستان بسیار مشکل است که بقای خود را که بسیار با دو تهدید مداوم بتانه تضمین بکنه در آینده که یک طرف از طرف خط دیورند برش مطرح دیگه طرف از طرف کشمیر مطرح است و اگر تا زمانی که دو نقطه هم به حل یک تفاهم پیدا نشه حل نشه ما فکر نمی کنم پاکستان از سیاست خود کلا تغییر بده مگر جای پیشنهاد است که افغانستان در سکتورها را تقسیم بندی بکنم مسئله اقتصادی را جدا مطرح بکنم مسئله امنیتی را جدا و مسئله استراتیجی سیاسی را جدا مثل روش آه. با پاکستان همیشه میگه که مثلا کشمیر یک طرف لیکن اقتصادی را بیا بزنیم آه. پس حالا ببینین اختلافات که بین حتی بسیار کشورها وجود داره مگر مسائل سیاسی و استراتژی خود قربانی مسائل اقتصادی, را قربانی از نمیکنه پس راه حلی که اگر پاکستان واقعا متحد هستند که جناب مشاور اقتصادی رئیس افغانستان مدت یک ماه را از هر برال این کردن و یایی که طرف پاکستانی گفتن مدت سه ماه ما ببینیم که چی چیز میکنه مگر را باید با در نظر داشته حفظ منافع ملی خود ما و حاکمیت ملی ما را مطرح بکنیم و مهم نیست خب پاکستان چیزی که سرطا جزیز گفت در حقیقت با تمام کوششی هایی که در سفر صورت گرفته بود یک اک... چلیپای کلان کشید گرچه ما که امروز خواندم آه. که حال توجه میکنم گفتم که خارج از بحث مطرح شده و طور دیگه بیان شده در مرد ولی حال مجبور هستن که توجه کنن لیکن اون توجه فایده نداره چیزی بود که چیزی که بسیار مهم است ابو زمانی که یعنی بعد سفر اشرف غنی توافقات صورت میگیره نواز شریف وعده میکنه و فورا جنرال راحل میره به امریکا و بعد سفر جنرال راحل سرتاج عزیز اقسیم یک چیزو میگه پس این کپ اهمیت دار حالا توجه که, خب بگذارن که هر کنن خب بگذارین پاکستان که به هر ترتیبی شما از امکانات همکاری و همچنان از تشویشی که در رقابت بینی چون امریکا بر افغانستان این وضعیت من حیث یک فرصت چگونه میتونه استفاده کنه حکومت افغانستان باید چی کارای بکنه که حداقل مانع رقابت دو کشور و تشویق همکاری دو کشور در افغانستان شود ما به هر صورت ما در سه بخش است یکی مثلا رابطه ما با پاکستان است دیگه رابطه ما با چین است و با امریکا است که پاکستان رابطه بسیار اقتصادی قوی با چین داره و رابطه قوی استراتژیک و سیاسی و حتی ولی پاکستان یک تهدید هم است با آمریکا و هم چند. بله مهم است که ما امی سکتور سکتورها را تفکیک کنیم یکی و دومی که ما طرف پاکستانی را برش ما فکر میکنم با سراحت لحجه و رئیس جمهور که اشرف غنی بر از اونا بیان کرده حال انتظار داریم که اونا چی اکسل عمل نشان میده و از خود چی اقدامات و گام های مثبت را خواهد برداشت یک. گفته ازارات سرتاج عزیز اکسل عمل نمیپنداریم خب آله خب میگه که ما نکردیم با ببین عملا و دو نقطه است که پاکستان یک همسایه ما هست مگر ما دید چه که در صورتی که اگه ای زربلجل نتیجه نمیتد در خلال یک ماه ما, ما چه سناریو های دیگه پیش بینی داریم و چه کارت های را داریم میتونیم در سیاست خود با پاکستان بازی کنیم یک و دولت فیدی افغانستان باید استفاده از امیر از روابط اقتصادی با چین استفاده بکنه بدون که در قراردادها همیشه مظلوم قرار بگیره و اونا 100 درصد فایده را بگیره باید منافع ملی ما من نظر گرفته شوه مسائل مردم مسئله در رابطه با اشتغال و کار با قراردادها بسیار توجه صورت بگیره که نشه که منافع و سود 100 درصد کمپانی های چین ببره و ما را همیشه مواد خام ما را ببره سیومی که روابط ما با چین ای تو رابطه را با غرب یعنی خراب نسازه که شما فکر میکنید ماشای کارمنده دولت افغانستان ماشای کارمنده خودم داده نمیتونه یعنی جامعه بین المللی این چیزها برای افغانستان در رابطه سیاسی مهم است وزیر خارجه چین در کنفرانس قلب آسیا که ما میخواییم که هنر ماهی گرفتن به افغانستان یاد بدیم طبعا هدفش از کارهای زیربینایی و با پار شدن اقتصاد افغانستان است ولی طبعا امریکا همیالی مصروف دادن ماهی به افغانستان است اوز هنر ما گرفت مگر ما باورم او قضیه آدم که ما چینی هر زیاد در افریقا اینا تجربه کردن در امریکا جنوبی کردن این هنر مایه گیری را برای مردم یاد ندادن این اینا فقط مایه خود گرفتن مربوطی ماست که ما چگون از استفاده بله. میکنیم فرق فرق داره افریقا و افغانستان با چین فرق داره تهدید کلان امنیتی از افریقا به چین متوجه نیست لیکن از ناحیه افغانستان و یعنی تهدیدی که بر افغانستان متوجه است استخباراتی که در قبی تهدید وجود داره ایدئولوژی که در قبی تهدید وجود داره عین تهدید به متوجه است پس تهدید مشترک و دشمن مشترک میتونه نویت روابط تغییر بده بحث که ابو که میگن ما فکر میکنم که رای کلید صلح در افغانستان در پیش پاکستان است اگر چینایا واقعا بر افغانستان میخواد کمک کنه باید برای شریک اقتصادی درجه یکشان با پاکستان این فشار وارد بکنن که ثبات و صلح در منطقه به نفع همگی است اگر افغانستان متزلزل باشه چنانکه که اقبال لاهوری میگفت قلب آسیاس و کل آسیا متزلزل باقی میمونه ولال لاهوری ها متزلزل میسازه متاسفانه که این بی امنیتی و تا زمانی که ثبات امنیتی در افغانستان نپیه ما فکر می روز به روز منافع اقتصادی پاکستان هم به تهدید میشه اونها متضرر میشن و چینایا میتونن از یک ناحیه اقتصادی و سیاسی سر پاکستان فشار بیاره و عربستان سعودی از ناهی مسائل ایدئولوژیکی که پاکستانیا در کشورهای خلیج با حضور اردویشان بسیار با کشورها رابط تنگاتنگ تنگ نزدیک دارند و این را با یک مرحله خوبتر برسانند و اگر ای را از این دیدگاه پاکستان ببینه که ما افغانستان منافع افغانستان بر ما اهمیت نداره هر چی که از منافع خود است ما فکر میکنم که در آینده خود پاکستان روز به روز متضرر میشه و امروز هم چیزی که در پاکستان هر روز انفجارات یا رخ او مهم است آه. بله شما چیزی که مطرح میکنین پاکستان امیال با افغانستان به ظاهر رابطه دوستانه داریم لیکن در حال جنگ است با افغانستان امیال چین از پاکستان تهدید میشن کسایی که در چین می جنگن مراکزشان در پاکستان است و امیال ایران با مخالفت های بسیار زیاد داره پاکستان تهدیدات از پاکستان علیه ایران وجود داره با هند در حالت دشمنی است پاکستان این وضعیت تا چه حد ادامه داده میتونه فقط امید. امریکا دوستی و یا یا شریک شدن در پروژه های منطقوی امریکا میتونه حیات پاکستان را تضمین کنه خب من برای شما قبلا گفتم که پاکستان با اقشار و گروپ نامتجانس مردم و ملتش تشکیل شده و ببینین از زمان استقلال پاکستان تا امروز مسئله کشمیر مسئلهش مطرح به عنوان یک انصر که مردم را به طرف همیشه بسیج میکنن افکار مردم را به بعد از تقریبا سی سال بیشتر مسئله افغانستان است و این مسائل در آینده شد مسئله بلوچستان باشه مسئله دیگه تهدیداتی که وجود داره و پاکستان تا و به شکل دوام داده <applause> یعنی اگر حالت منطقه‌ای در مجموع تغییر کنه مثلا سیاست اقتصادی چین در قبال پاکستان او را مجبور بساده که ثبات امنیتی متضمن توصیه و رفاع اقتصادی در منطقه در غیر از او منافع پاک چینایان نمیتونن منافع اقتصادیشان در درازمدت قربانی منافع استراتژیک یا منافع دیگه پاکستان بکنن ایر چینایا و پاکستانیا حتما درک کردن و میفهمن چین هم تا یک مرحله میتونه ایده تحمل بله. کنند. لیکن در این منطقه تنها چین وجود نداره که از سیاست های امریکا در این منطقه و از بازی های استخباراتی امریکا در این منطقه و از بازی های استخباراتی پاکستان در این منطقه در معرض خطر قرار دارن روسیه وجود داره ایران وجود داره و هند وجود داره یک همکاری های کلانی به ایست بین کشورهای چین، روسیه، هند، ایران و افغانستان افغانستان قادر به این نخواهد ساخت که در مقابل پاکستان استادگی کنم؟ نه ما فکر میکنم مشکل ماست که ما در افغانستان باید از هم مهمتر است که جریانات و گروه های بین هم منسجم شوند یک از داخل باید از موقف قوی و منسجم و یگانه صحبت بکنند این نقطه بسیار مهم است که ما در سیاست خارجی خود دیگه ایران نداشته باشیم پشتبانه داخلی قوی مردمی و تمام چه را باید داشته باشیم که صحبت میکنیم و دومی که شما زمانی که مسئله منافع را مطرح میکنین هر کشور که افغانستان چی میتونه بر دیگرا بده این مهم است اگر دیگران به ثبات افغانستان نیازمند نیاز... افغانستان متوجه تهدید است که با متوجه است روسیه متوجه است ایران متوجه و به هند متوجه این تهدید مشترک است بله چیزی اگه دادن نمیتونیم دیگه مشترکاً در مقابل تهدید مشترک میتونیم که استاد شویم مگر در مقابله با این تهدید هر کس سهم خود انجام میده سهم میگیره مثلا روسیه به یک شکل سهم میگیره ایران به دیگه سهم شکل بله چین بله. ایست که ما چطور ای را در نقاط پنج شش قدرت را چین ایران روسیه پاکستان و هند تا که ما بر روی یک محور منافع مشترک تعریف بکنیم ببینیم که یک دفعه مسئله تهدید خودش را یک کشور به عنوان منافع خود تعریف میکنه مثل پاکستان بحث یک طرف امریکا قرار داره یک طرف پاکستان قرار داره که ای تهدید و یا تروریسم من حیث یک فرصت از او استفاده میکنند من حیث یک وسیلی بازی استفاده میکنند. پاکستانی ها و خصوصا ایسای تروریسم و افراطیت سرمایه استراتژیک خود میپندارن لیکن کشورهای وجود دارن که این برش تهدید است پس یک تقسیم وجود داره تق... افغانستان نمیتونه از این تقسیم استفاده کنه خو یک مشکلی که ما داریم است که ما فکر میکنم که روابط ما با پاکستان غیر ممکن است که به حالت بنبست دوامدار دوام پیدا کنه پاکستان کشور است که 2600 کیلومتر با ما مرز است ما نصف زیادتر از کالاهایی که در افغانستان مصرف میشه از پاکستان میایه ما بسیار در دو طرف خط دیوران مسائل دیگی وجود داره این مسئله سرحد ما فکر میکنم که اگر پیش از که ما ببینیم که مسائل عمدی که پاکستان مطرح میکنه چون که جناب کارتای گفته بود که مسئله سیاست خارجی است یا حضور هند است منافع یا مسئله خدی اون حد اقل ما روی مسائل بشینیم بحثای داشته باشه دولت افغانستان با پاکستان یا که در چی نقطه در چی نقطه با... تا چی حد میتونیم به تفاهم برسیم با حفظ استقلالیت و حاکمیت ملی خود ما امید چیز ممکن نیست نه اگه استقلال و حاکمیت ملی خود حفظ میکنیم خواسته های پاکستان ممکن نیست که تکمیل شو. و اگه خواستای پاکستان رو تکمیل میکنیم باید از استقلال و, نوع... و حاکمیت ملی آه. و تمامیت ارزی و آه. از این مساعد در صورت افغانستان مجبور از یک دستگاه دپلوماسی قوی داشته باشه که امکارا و حامیان بین المللی بر خود به خاطر تحقق دایی خود داشته باشه گفتم که کسایی که در معرض خطر مشترک قرار دارن آه. اگه کوشش شوه که همکاری از واجر فرو بسیار زیاد باست. تشکر سب لطف کردین سلامت باشون تشریف آوردین متاسفانه وقت ما پایان یافت اگه نیست صحبت های دوام تشکر گران لیدون کو تاسو نام ډیر زیاته مننه تر اوسه پوری مونږ سره وای راتلونکي بحث پوری خدای سپارو الله مو مرش